به نفع تو بکنم. چون که پای چپ بودی در قدر و کاست، نامه چون آید تو را در دست راست. میگه همیشه پای چپ تو جلو گذاشتی برای هر کاری که خیانت بود و اشتباه بود، حالا الان واسه چی من نامه دست راست تو بدم؟ چون جزا سایه است ای قد تو خم، سایه تو کج فتد در پیش هم. میگه ببین اینجا یه صحبتی داره میکنه، صحبت عمل و عکس العمل. میگه اون عملی که تو میکنی عکس العملش هم میبینی. وقتی یه چیز خمیده رو عملت خمیده است، عکس العملت هم سایه خودت هم خمیده میشه. زین قبل آید خطابات درشت، که شود که را از آن هم گوش پشت. یعنی این حرفا رو میشنوی، چه حرفای سنگینی هم هست که میگه کوه از اینا کمرش خم میشه. بنده گوید آنچه فرمودی بیان، صد چنانم صد چنانم صد چنانم. اونجا بنده میگه که ببین هر چی گفتی من یه ذره که از صد برابرش بودم. تو خود تو پوشیدی بترها را به، و نه میدانی فضیحتها به. میگه تو همه بدی ها رو پوشیدی با صبر خودت، وگرنه تو خبر داری از اونهای چیزایی که منو رسوا میکرد. صبر کن تموم نشد. لیک بیرون از جهاد و فعل خیش، از ورای خیر و شر و کفر و کیش، و از نیاز عاجزانه خیشتن، و از خیال وهم من با صد چون من. بودم امیدی که محض لطف تو، از ورای راست باشی یا اتو. میگه که ولی من هم از همه کارهایی که خودم کردم همه رو بهش آگاهم، و از همه این خیر و شرهایی که من خودم میدونم چی کار کردم، و الان میبینم چقدر نیاز عاجزانه به یه چیز دیگه دارم الان. بس خیال وهم من با صد چومن، و اون خیالهای بدی هم که باز آوردم با صد تا منیت خودم آوردمشون. اما یه امیدی داشتم و اونم چیه؟ به محض لطف تو از ورای راست باشی یا اتو. میگه به خاطر این فقط فکر کنم تنها امید داشتم که تو لطف تو بذاره این نافرمانی های منو یه جوری پوشیده بکنه، بپوشونه. بخشش محضی ز لطف بی عوض، بود امید کریم بی غرض. میگه تو بخشش محضی، من فقط این امید رو داشتم که تو اینجا به من یه بخششی بکنی. رو سپس کردم بدان محض کرم، به خاطر همین پس من رو سپس، یعنی روح بر میگردوندم. رو سپس کردم بدان محض کرم، سوی فعل خیشتن میننگرم. میگه من کار خودم رو دیگه نگاه نمی کنم، فقط دارم نگاه به تو میکنم الان. سوی آن امید کردم روی خیش، که وجودم داده ای از پیش. میگه همه اینا امید من فقط به همونه الان، فقط به این لطفیه که میدونم تو داری. خلعت هستی بدادی رایگان، من همیشه معتمد بودم بران. میگه من همیشه میدونستم که تو خلعت هستی رو همیشه به من میدی. خدا از هیچ وقت از نعمتش رو از هیچکی دریغ نکرده. چون شمارت جرم خود را و خطا، محض بخشایش در آید در عطا. میگه وقتی اینا خودش شروع میکنه به جرم خودش اعتراف کردن، محض بخشایش در آید در عطا. بالاخره اون بخشایش شروع میکنه به کار کردن. که ملائک باز آریدش به ما، که بودستش چشم دل سوی رجا. میگم به ملائکه، میگه با برش کرد طرف من، به خاطر اینکه این امیدش هنوز به منه. لا ابالی وار آزادش کنید،
لاوباریوار یعنی بدون ترس، بدون هیچ چیزی رو بذارید بره. وان خطاها را همه خط برزنید، میگه همه خطاهاش رو بپوشونید. آتش لاوبالی مر کسی را شد مباه، کش نبود کش زبان نبود ز قدر و از سلاح. میگه اون کسی جای لاوبالی آزاد میشه که زبونش حیله و نیرنگ نداشته باشه، یعنی اون موقعی که زبون و دلت یکی میشه بدون که اون موقع لاوبالیوار خدا آزاد میکنه آدمو. آتشی خوش برفروزیم از کرم، تا نماند جرم و زلت پیش و کم بیش و کم. میگه یه آتشی درست میکنیم از کرم حالا براش، که این وسط دیگه جرمی براش نمونه. آتشی که از شعله‌اش کمتر شرار، می بسوزد جرم و جبر و اختیار. میگه یه آتشی که از بس زیاده مکررن هی میاد، چه جرم باشه چه جبر باشه و چه اختیار، یعنی هر کاری که به جرم کرده، چه کاری که جبری بوده براش، چه کاری که اختیاری بوده، همه رو ببخشیم. این آتیش جرم رو میسوزونه. بر شعله در بنگاه انسانی زنیم، یعنی بنگاه یعنی اساس و بنیاد. خار را گلزار روحانی کنیم، ما فرستادیم از چرخ نهم کیمیا، یصلح لکم اعمالکم. میگه ما از چرخ نهم براتون بخشش میفرستیم. خود چه باشد پیش نور مستقر، کر و فر اختیار بل بشر. میگه ما چی هستیم؟ اصلا جلوی اون نور دائمی ما چیزی نیستیم، اختیاری هم نداریم. گوشت پاره آلت گویای او، میگه یه گوشت پاره ای هستیم ما که فقط میتونیم حرف بزنیم. پیه پاره منظر بینای او، این چشمونم یه پیهه که فقط میتونه اونو ببینه، قابلیت دیدن اونو داریم. مسمع او آن دو پاره استخوان، میگه شنواییمون هم دو تا پاره استخوان فقط میتونه اینو بش این کارو بکنه. مدرکش یعنی آلک ادراک، بتونی بفهمی. دو قطره خون یعنی جنان، دلم قابلیت درک داره که فقط از دو قطره خون به وجود آورده، قلب و دل آدمو داره. میگه کرمکی و از قذر آگنده‌ای، تمتراغی در جهان افکنده‌ای. میگه ولی همه اینا رو ما نمیبینیم، کرمکی هستیم، یعنی این کرم کوچیک تو این جهان از قدر یعنی از پلیدی همینجوری پریم. تونتراقی یه حیاهویی هم تو این دنیا برای خودمون درست کردیم. از منی بودی منی را واگذار، ای ایازان پوستین را یاد دار. میگه ماها همه ما اگه نطفه ایم ولی منیتمون انقدر گنده است، میگه این منیت تو بذار کنار، تو که انقدر از یه کوچیک در اومدی. ای ایازم پوستین را باد دار. ایازم غلام سلطان محمود بوده که خیلی دوستش داشته. میگه یادتون پوستینه، خودتو نره، یادت نره تو از کجا اومدی، اصلت کجا بوده. خب خیلی جا یعنی این که آخر سر خدا میبخشه. راست اینم همینو میگه، میبخشه. یا یعنی این که ایشون یه اشاره ای داشته که توبه چه نقشی داره. همه اینا هست، خوب دارید میگی، توبه نقش داره. آخر سر شما میگه اون موقعی که حتی بیای و اذعان بکنی که چه اتفاقی افتاده، اون موقع میبخشه. یعنی آخر سرش حالا یادتون نره، حالا تشریف بردن گفتن خیلی غم انگیزه، اینو غم انگیز شروع کرد، ولی آخر سرش ببینید خودش داره میگه من هنوز که هنوزه دارم میگم اصل اصلیت این یونیورس و این جایی که ما توش داریم زندگی میکنیم، اصلیتش روی بخششه، روی لطفه، روی مهربانیه، روی فراوانیه، اینا اصلشه. جالبه که یارو با تمام این گناهکاریش مؤمن بوده به بخشش خدا بالاخره. آره،
بالاخره میدونست. ولی با قمگینی شروع نکرد. It was fact. واقعا شگر کودینگش نکرد. واقعا گفت همه اینا رو کردی دیگه. ما چطور نستم بشنیم دعا کنیم تو نستم همه خودت ما راضی باش ولی همین کارها بکنیم. واقعا یه لیست خیلی خوبی بود از کارهایی که نباید بکنیم. واقعا من اینجوری نگاه کردم بخواهم آخ باز اینو نباید بکنیم اون نباید بکنیم یه لیست خیلی خوبی بود این کار کردی این کار کردی این آیه که خوندم به این مستقره میگه جاوانوار آزادش کنیم وان خطاها را همه خط بزنیم قبلیش هم قیمه آیه راز آریدش به ما که با دستش کسم دل سوی رجال اندالله هایت پر زرو و جمعی خیلی ممنون. خیلی متشکرم. تا هفته آینده. مرسی. مزد خود. اینه.